صدها سودانی پناه گرفته در پایگاه‌های سازمان ملل در این کشور از انواع بیماری‌های عفونی رنج می‌برند. نبود آب آشامیدنی سالم و فاضلاب بهداشتی پناهجویان پایگاه‌های سازمان ملل را در معرض ابتلا به مالاریا، اسهال، سرخک و سایر بیماری‌های عفونی قرار داده است. در مرکز درمانی این پایگاه روزانه بیش از 400 بیمار تحت درمان و مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرند، اما وضعیت نامناسب بهداشتی و کافی نبودن امکانات مسئولان را در امر کمک رسانی با آوارگان با دشواری‌های روبرو کرده است. مسئول واکسیناسیون این پایگاه از شیوع سرخک در بین پناهجویان می‌گوید. به گفته او روزانه 60 نفر که بیشتر کودکند تحت درمان قرار می‌گیرند. بیماری‌های عفونی یکی از مشکلاتی است که هزاران کودک آواره با آن روبرویند. به گزارش سازمان ملل متحد، در جریان درگیری‌های سودان جنوبی، کودکان بسیاری از خانواده‌های خود جدا و به سربازی گرفته شدند. درگیری‌های خونین در این کشور که از اوایل ماه دسامبر آغاز شده، دست کم 10,000 کشته بر جای گذاشته است.